السلام علیکم خوانندگان گرامی، درس زبان تاجیکی را در صنف های پنجم آغاز می نماییم. کتاب و دفتر و قلمتان را گرفته نزد آینه نیلگون آماده شوید. درس امروز را آغاز می نماییم. موضوع امروز ما بندک اضافی و بندک جانشین ها، بندک های فعلی و خبری، کلمه های ساده، ساخته و مرکب می باشد. مقصد درس امروزی ما خوانندگان عزیز از اینها عبارت است. دایر به بندک اضافه و بندک جانشین ها معلومات پیدا می کنیم. آید به بندک های فعلی و خبری معلومات می گیریم و آنها را فرق می کنیم. به واسطه اجرای مشق ها نطق خطی امان را انکشاف می دهیم. خوانندگان عزیز، از درس های پیشین شما البته دایر به بندک معلومات گرفته بودید. بندک چیست؟ ما در درس ترکیب کلمه دایر به ریشه، پیشوند، پسوند، اساس و بندک معلومات داده بودیم. اکنون بیایید آن را باری دیگر تکرار میکنیم. بندک چیست؟ حصه پس از اساس آمده کلمه را بندک مینامند. بندک ها چهار خل میشوند: بندکی اضافی، بندک جانشین ها، بندک های فعلی و بندک های خبری. بندک را با علامت چهار کنجه اشاره میکنیم. چه خیلی که شما در اینجا دیده ایستادید. به مثال ها دقت کنید. قله که، سخن شیرین، کافته است کتابم گفتم. در اینجا من بندک ها را با رنگ سرخ اشاره کردم. در عباره قله که ای بندکی اضافی می باشد. در عباره سخن شیرین در اینجا نیز ای بندکی اضافی می باشد. در کلمه کافته است، است بندکی خبری می باشد. در کلمه کتابم، ام بندکی جانشینی یعنی بندک جانشین می باشد. در کلمه گفتم، ام بندکی فعلی می باشد. اکنون بیایید خوانندگان عزیز دایر به بندکی اضافی معلومات می گیریم. بندکی اضافی ای کلمه ها را با هم علاقمند نموده عباره اضافی می سازد. مثلا آرزوی خواندن، فردای درخشان، خانش بلبل، جوانی با استعداد. در این عباره ها ای بندکی اضافی بوده کلمه ها را با هم علاقمند کرده استاده است و عباره های اضافی ساخته است. اجرای مشق خوانندگان عزیز، از کلمه های زیرین عباره های اضافی سازید. چخیل که در بالا ما دیدیم. از کلمه های چشمه، سنگ، درخت، قلم، دختران، درس، دوزنده، دوریدگر، مادر، جوان و گل عباره های اضافی می سازیم. البته با استفاده بندکی اضافی. من برای شما یک چند تا نمونه آوردم. مثلا درخت، یعنی کلمه درخت، درخت سیب، یا کلمه مادر، مادری مهربان. در اینجا در هر دو عباره نیز بندکی اضافی اشتراک دارد. شما می توانید باقی مانده کلمه ها را از نمونه نگاه کرده عباره اضافی ترتیب دهید. بندک جانشین ها، بندک جانشین ها چگونه اند و وظیفه آنها چی است؟ خوانندگان عزیز دقت میکنیم، بندک جانشین ها بیشتر به اسم ها همراه شده به کدام شخص تعلق داشتن پردمت را، یعنی اشیا را میفهمانند. تکرار میکنم، بندک جانشین ها بیشتر به اسم ها همراه شده به کدام شخص تعلق داشتن پردمت را میفهمانند. آنها به سه شخص، یعنی شخص یکم، شخص دویم، شخص سیم و دو شماره، شماره تنها و جمع دلالت میکنند. یعنی از این برمی آید که بندک جانشین ها سه شخص و دو شماره داشتند. در اینجا میبینیم شخص و شماره بندک جانشین ها را: شخص یکم، شخص دویم، شخص سیم، شماره تنها و شماره جمع. بندک های شماره تنها: ام، یم، ات، یت، اش، یش. بندک های شماره جمع: شخص یکم امان، یمان، شخص دویم اتان، یتان و شخص سیوم
یشان اشان یعنی اینها بندگ جانشین ها می باشند، یعنی که از روی شخص شماره چون این تصریف شده اند. مثال این بندگ جانشین ها را در مثال ها می بینیم. پدرم یعنی شخص یکم شماره تنها یعنی پدری من. پدرت شخص دویم شماره تنها. پدرش شخص سیوم شماره تنها یعنی پدری وای. این کلمه ها را در شخصی در شخص های یکم دویم سیوم در شماره جمع دیده می برایم. پدرمان پدرتان پدرشان یعنی پدرمان شخص یکم شماره جمع، پدرتان شخص دویم شماره جمع، پدرشان شخص سیوم شماره جمع یعنی پدری آنها. مستحکم کنی خوانندگان عزیز، بیایید معلومات هایی که در بالا گرفتیم با واسطه اجرای مشق آنها را مستحکم میکنیم. کلمه های زیرین را با یاری بندگ جانشین ها تصریف کنید. در ستون اول این نمایش من یک چند کلمه ها را پیشنهاد کردم. نگاه میکنیم. کلمه خود، برادر، بابا، کتاب، دوگانه، آرزو، گل، فرزند. اکنون این کلمه ها را از روی شخص شما را تصریف میکنیم، البته با یاری بندگ جانشین ها. من برای شما خوانندگان عزیز یک کلمه را انتخاب کرده، همچون نمونه از روی شخص شما را با یاری بندگ جانشین ها تصریف نمودم. اینجا کلمه خود را انتخاب کردم. کلمه خود از روی شخص شما را با بندگ های جانشینی چنین تصریف می شود. شخص یکم شماره تنها خودم، شخص دویم شماره تنها خودت، شخص سیوم شماره تنها خودش. یعنی در اینجا بندگ جانشین های ام، ات، اش از روی شخص شماره تصریف شده است. در شماره جمع شخص یکم شماره جمع خودمان، شخص دویم شماره جمع خودتان، شخص سیوم شماره جمع خودشان. انا دیدید خوانندگان عزیز، شما می توانید باقی مانده واژه ها را یعنی کلمه ها را از روی انمی نقشه با یاری بندگ جانشین ها تصریف کرده باشید. اینک درسمان را ادامه می دهیم. خوانندگان عزیز بیایید همراه مشق اجرا میکنیم. کتاب درسی را میکشایم، از آن مشق 251 را دریافت میکنیم. در اینجا گفته شده است لطیفه را نویسید، گویید که بندگ جانشینی ام با کدام شخص شماره تعلق دارد. اکنون با دقت باشید خوانندگان عزیز، لطیفه را میخوانیم. مولانا قطب دین به عیادت بزرگ رفت. پرسید چی زحمت داری؟ گفت تبم میگیرد و گردنم درد میکند، اما شکر که یک دو روز شد تبم شکسته است، اما گردنم هنوز درد میکند. گفت غم مخور و دل خوش دار که آن نیز در این دو روز شکسته شود. این خوانندگان عزیز لطیفه را گوش کردید، اکنون آن را همراه اجرا میکنیم. تفتیشی مشق، ما از لطیفه باید یعنی بندگ جانشینی ام را از روی شخص شما را معین کردن لازم بود. نگاه میکنیم. در اینجا کلمه تبم گردنم را من اشاره کردم که در آن بندگ جانشینی ام اشتراک دارد. انا نگاه کنید خوانندگان، تبم گردنم از روی شخص شما را چگونه است؟ تبم یعنی تبی کی؟ تبی من، شخص یکم شماری تنها می باشد. گردنم یعنی گردنی کی؟ گردنی من یعنی شخص یکم، این نیز شماری تنها می باشد. اکنون به مضمونی لطیفه سرفهم رفته باشید خوانندگان، در اینجا گفته شده است غم مخور و دل خوش دار که آن نیز در این دو روز شکسته شود، یعنی گردن را در نظر دارد اینجا. یعنی مولانا قطب دین به عیادت بزرگ رفت، پرسید چی زحمت داری؟ گفت تبم میگیرد و گردنم درد میکند، اما شکر که یک دو روز شد تبم شکسته است، اما گردنم هنوز درد میکند. گفت غم مخور و دل خوش دار که آن نیز در این دو روز شکسته شود. البته چون این جواب گفتن
نادرست است. خوانندگان عزیز، ما باید با بیمار چنین مناسبت نکنیم، برعکس دل بیمار را چی کنیم؟ برداریم، روحش را بالیده گردانیم. خوانندگان عزیز، درسمان را ادامه می دهیم. ما دایر به بندک جانشین ها صحبت کرده استادیم. معنای صاحبیت را غیر از بندک جانشین ها باز این خیلی افاده کردن ممکن است. یعنی بندک جانشین ها را ما در بالا گفته گذاشتیم. بندک جانشین های ام، اد، امون، اتون، اشان. انا نگاه کنید. غیر از انمون بندک جانشین ها ما صاحبیت را چنین افاده کرده می توانیم. مثلا کتاب از من، کتاب از آنی من، یا خود کتابی من. چنین طرز نیز صاحبیت را می فهماند. قسم دیگری درس امروزی ما خوانندگان عزیز بندک های فعلی می باشد. اکنون دقت کنید بندک های فعلی چی کنند. امروز ما همراه شما دایر به بندک ها صحبت می کنیم. بندک های اضافی و بندک جانشین ها را گفته گذاشتیم. اکنون با دقت باشید دایر به بندک های فعلی صحبت می کنیم. بندک های فعلی با اساس های فعل همراه شده و شخص شما را دلالت می کند. به مثال نگاه کنید. من می روم، تو می روی، وی می رود. ما می رویم، شما می روید، آنها می روند. ستونچی اول این نمایش، یعنی شماره تنها می باشد، ستونچی دویم این نمایش باشد، شماره جمع می باشد. اکنون شخص شماره را در بندک های فعلی دیده می برایم. خوانندگان عزیز، شخص یکم بندک های فعلی نیز سه شخص دارد، دو شماره دارد. شخص یکم یعنی گوینده من، شخص دویم شنونده تو و شخص سوم غایب وای یا او. شماره تنها و جمع. اکنون کلمه ها را نگاه کنید از روی شخص شماره با یاری پس با یاری بندک های فعلی چنین تصریف می شود. گفتم شخص یکم شماره تنها. گفتی شخص دویم شماره تنها. گفت شخص سوم شماره تنها می باشد. یا خود می گویم، می گویی، می گوید نیست چنین است. شکلی یا خود شماره جمع این کلمه ها را می بینیم. گفتیم، گفتید، گفتند. یعنی ما گفتیم، شما گفتید، آنها گفتند. ما می گوییم، شما می گویید، آنها می گویند. یعنی این شماره جمع بندک های فعلی می باشد. خوانندگان عزیز، در کتاب درسیتان مشق 254 وجود دارد. در اینجا گفته شده است حکایت را خوانید، فعل ها را به دفتر نوشته است، شخص و شماره آنها را معین کنید. با دقت باشید خوانندگان، من حکایت را باره برای شما قرائت میکنم. دو برادر بودند، یکی خدمت سلطان کرده و دیگری به سعی بازوان نان خورده. باره آن برادری توانگر این درویش را گفت: چرا خدمت سلطان نکنی تا از مشقت کار کردن بیرهی؟ گفت: تو چرا کار نکنی تا از مزلت خدمت رهایی یابی که حکما گفتند اندک اندک نان خود خوردن و شکستن به که کمری زرین بستن و به خدمت امیران استادن. باید به دست آهکی تفته کردن خمیر، به از دست بر سینه پیشی امیر. یعنی این باید از سعدی شیرازی آورده شده است. در اینجا کلمه های خرد و گفت را از روی شخص و شماره با یاری بندک های فعلی تصریف میکنیم. خوانندگان عزیز، این شرطی مشق بالا است. کلمه خرد در شخص یکم، دویم، سوم و شماره تنها و جمع چنین تصریف می شود. خردم، خردی، خرد. یعنی شخص یکم من خردم، شخص دویم تو خردی، شخص سوم وای خرد. البته این شماره تنها می باشد. یا کلمه گفتم نیز چنین تصریف می شود. گفتم، گفتی، گفت. انا این در شماره تنها است. شماره جمع این کلمه ها چنین تصریف می شود. خوردیم، خوردید، خوردند. گفتیم، گفتید، گفتند.
انا دقت کرده باشید خوانندگان عزیز، در متن بالا در حکایت کلمه های دشوار فهم موجود بود. من آنها را چون لغت برای شما پیش نهاد میکنم خوانندگان عزیز. این لغت ها را به دفترتان نوشته البته از خود می نمایید. کلمه مزالت چی معنا داشته است؟ مزالت خاری، یعنی خاری و زاری. حکما، حکیمان، دانشمندان، تفته، گداخته شده، یعنی سوزان. مشق دیگری امروزی ما دایر به بندک های فعلی چونین از خوانندگان عزیز. مشق 255 متن را خوانید، به جای نقطه ها بندک های فعلی موافق را گذارید گفتند. در اینجا متن آورده شده از خوانندگان عزیز، نقطه ها را یعنی جاهای خالی را من با رنگ سرخ اشاره کردم. با دقت متن را خوانید و به جای نقطه ها بندک های فعلی موافق را گذارید گفتند. مد از فضل الدین محمدی آورده شده است. خوانندگان عزیز، بیایید همراه این مشق را اجرا میکنیم. با دقت باشید در جای کلمه ها، در جای نقطه ها، یعنی خوانندگان عزیز، ما کدام بندک های فعلی را، یعنی کدام بندک های فعلی موافق را میگذاریم. کاتب حاضره نیز شخص عجایب است. بار نطق او را شنیده بودم. یعنی در نمایش اول من جای انمین بندگی فعلی ام نقطه ها مانده بودم. در اینجا بندگی فعلی ام موفق می آید. درباره زمین با چنین احساسات سخن می کرد. مدحیه بود به زمین نطق او، شریک همیشه غمخوار ما در روزگار، منزل دائمی و ابدی ما زمین است. باری دیگر او را در دایره محدودتری معلمان، سرداران اوچسکه های تجربوی نزد مکتب ها دیدم. در اینجا نیز دیدم بندکی ام شخصی یکم شماری تنها می باشد آورده شده است. این دفعه با حرارت طلب می کرد که به دهقان بچگان خردسال مدنیت بلند استفاده زمین و زراعتکاری را باید آموخت. آنها باید آگاه باشند که حتی در خارجه از هر وجب زمین چیگونه فایده می برند. او به طریق مثال نقل کرد که دهقان چشمکاردان هر سال از زمین آبی چند حاصل می گیرد. مرحمت معلم، بسیارتر ویتامین خورید، به نزد طبیب کمتر می روید. به خیال من پیشرفت اقتصاد را خود نبض حیات، حتی می توان گفت خود جسم انسان طلب می کند. انا خوانندگان عزیز، دیدید در اینجا بندک های فعلی موافق را همراه در جاهای نقطه گذاشتیم. البته شما این بندک ها را از روی شخص شماره علاقه تصریف کرده می توانید که کدام شخص و کدام شماره را دلالت می کند. آفرین خوانندگان عزیز، این طور باشد، درسمان را ادامه می دهیم. بندک های خبری، انا دیدید خوانندگان عزیز، ما دایر به بندک های فعلی، دایر به بندک جانشین ها و بندک اضافی معلومات گرفتیم. اکنون بیایید دایر به بندک های خبری کمی معلومات پیدا کنیم. بندک های خبری چگونه اند و از بندک های فعلی چه خیلی فرق می کنند؟ دقت کنید خوانندگان، بندک های خبری از بندک های فعلی با آن فرق می کنند که آنها با اسم، صفت، جانشین، صفت فعلی آمده خبری جمله را افاده می کنند و شخص و شماره آن را نشان می دهند. یعنی فرق بندک های خبری از بندک های فعلی در آن بوده است که آنها با اسم، صفت، جانشین و صفت فعلی آمده خبری جمله را افاده می کنند و شخص و شماره آن را نشان می دهند. بندک های فعلی باشند با ساسهای فعل می آیند. گفته ما کمی پیش دایر به آن معلومات دادیم. اکنون بیایید بندک های خبری را نیز خوانندگان در شخص و شماره تصریف میکنیم. بندک های خبری نیز سه شخص و دو شماره دارند. شخص یکم، شخص دویم و شخص سیم. شماره تنها و جمع. به مثال ها دقت کنید خوانندگان، در اینجا از روی بندک های خبری کلمه کارگر و خاندرا جی تصریف کرده ایم.
من کارگرم، تو کارگری، وای کارگر است. من خوانده ام، تو خوانده ای، وای خوانده است. شماری جمع را نگاه کنید. در شماری جمع چگونه تصریف می شود؟ ما کارگریم، شما کارگرید، آنها کارگرند. ما خوانده ایم، شما خوانده اید، آنها خوانده اند. آفرین خوانندگان عزیز، درس من را ادامه می دهیم. بنده که خبری است و جز فعل از دیگر حصه های نطق جدا نوشته می شود. دقت کنید خوانندگان. بنده که خبری است و جز فعل از دیگر حصه های نطق جدا نوشته می شود. یعنی از این برمیاد که بنده که خبری است فقط با فعل یک جای نوشته می شود و از دیگر حصه های نطق جدا نوشته می شود. به مثال ها دقت کنید. آمده است. یعنی در اینجا آمد. چیکار کرد؟ آمد فعل. یعنی با فعل یک جای نوشته شده ایستاده است. آمده است. خوانده است. خواند چیکار کرد؟ خواند. یعنی خوانده است. یعنی بنده که خبری است با فعل یک جای نوشته شده ایستاده است. کارگر است. یعنی وای کارگر است. در اینجا الهیده نوشته شده ایستاده است. یا پیش قدم است. او پیش قدم است. غیر از فعل گفتیم از دیگر حصه های نطق جدا نوشته می شود. آفرین خوانندگان عزیز. با این ماهیت صرفم رفته باشید. ما خیلی شاد هستیم. درس من را ادامه می دهیم. پس از اسم های با صدا که ای و او تمام شونده در بندک جانشین ام، ات، اش و بندک خبری ام به جای حرفی ا حرف یا نوشته می شود. دقت کنید خوانندگان. پس از اسم های با صدا که ای و او تمام شونده در بندک جانشین ام، ات، اش و بندک خبری ام به جای حرفی ا حرفی یا نوشته می شود. به مثال ها نگاه کنید. با بایم، بی بیم، یعنی با با ام نیو، با بایم، بی بی ام نیو، بی بیم. آفرین خوانندگان. بنده که خبری است بعضاً پس از کلمه های با صداناک ها انجام یافته اختصار می شود. انا نگاه کنید خوانندگان، این نیز یکی از خصوصیت های بنده که خبری است می باشد. ما در بالا گفتیم که بنده که خبری است به جز فعل از دیگر حصه های نطق جدا نوشته می شود گفتیم. انا کن در اینجا خصوصیت دیگری آن را نگاه کنید. بنده که خبری است بعضاً پس از کلمه های با صدا ناک ها انجام یافته اختصار می شود. مثلا کی است؟ کیست؟ انا نگاه کردید خوانندگان. بنده که خبری است در اینجا اختصار شده کیست شده آمد. چی است؟ چیست؟ یا از آنی او است؟ از آنی اوست؟ یا از ما است؟ از ماست؟ انا دیدید خوانندگان. یا از آنی ماست؟ در این ترکیب ها یا در این کلمه ها بنده که خبری است اختصار شده آمده است. یعنی در شکل اختصار آمده است. مستحکم کنید خوانندگان عزیز. بیایید با واسطه اجرای مشق معلومات های در بالا گرفته مان را مستحکم میکنیم. در اینجا گفته شده است خوانید و نویسید. گویید که در کلمه های اشاره شده کدام حادثه آوازی مشاهده می شود؟ از ماست که بر ماست. دقت کنید خوانندگان. هر مصیبتی که به سر آدمی می آید نتیجه غفلت و سهلگیری خود او یا خیانت نزدیکان اوست. هر نیک و بد از عمل خود کس سر می زند. و این مثال بدان آوردم تا بدانی که این محنت خود به خود پیموده ای و در این رنج و مشقت خود بر خود کشاده ای. آخر زکین علم که از ماست که بر ماست. امد از انوار سهیل آورداشته است. از پسی ظلمت بسی خورشید هاست. بعدی نومیدی بسی امید هاست. انا نگاه کردید خوانندگان در اینجا کلمه اوست، ماست، خورشید هاست و امید هاست. در این کلمه ها چگونه حادثه آوازی مشاهده می شود؟ آفرین خوانندگان عزیز. در اینجا حادثه آوازی که ما در بالا قید کردیم یعنی بنده که خبری است در شکل اختصار استفاده شده است. خیلی خوب خوانندگان عزیز درسمان را ادامه می دهیم.
دوام درس ما کلمه های ساده می باشد. ما در دوام درس دایر به کلمه های ساده، ساخته و مرکب صحبت می کنیم. چگونه کلمه ها را ما کلمه های ساده می گوییم؟ کلمه هایی که تنها از یک ریشه عبارتند. کلمه های ساده نام دارند. یعنی کلمه هایی که تنها از یک ریشه عبارتند، کلمه های ساده نام دارند. چنانچه خانه، مادر، گل، مکتب، مهر، یعنی این کلمه ها تنها از یک ریشه عبارت می باشند. آنها کلمه های ریشگی بوده به حصه های معنادار جدا نمی شوند. یعنی کلمه های ساده را ما کلمه های ریشگی نیز گفته می توانیم. کلمه های ساخته چگونه کلمه ها می باشند؟ البته از نامشان معلوم که آنها و غیر از ریشه از پسوند یا پیشوند ها ساخته شدند. یعنی کلمه هایی که غیر از ریشه پسوند یا پیشوند دارند کلمه های ساخته نامیده می شوند. و مثال ها دقت کنید: باغبان، خیرتمند، نادان، همسینف، ناخواست، دسته. انا کلمه باغبان، یعنی باغ ریشه است، بان پسوند است، یعنی از ریشه و پسوندی بان کلمه باغبان ساخته شده است، البته از ریشه باغ و پسوندی بان. یا خود کلمه خیرد نیز چنین است: خیرد ریشه، مند پسوند. یا کلمه نادان، نا پیشوند، دان ریشه کلمه می باشد. هم سنیف، هم پیشوند، سنیف ریشه، نا خواست، خواست ریشه، نا پیشوند می باشد. کلمه دسته، دست ریشه، ا پسوند می باشد. یعنی این کلمه ها کلمه های ساخته به شمار می روند. خوانندگان عزیز، بیایید همراه مشق اجرا می کنیم. ترکیب کلمه های اشاره شده را معین کنید. به ستون اول این نمایش دقت کنید خوانندگان عزیز. من در اینجا یکچند جمله ها آوردم و کلمه ها را با رنگ سرخ اشاره کردم. ما باید ترکیب این کلمه های اشاره شده را معین کنیم، یعنی ریشه، پیشوند، پسوند آن را معین میکنیم. با دقت باشید. آبی زلال چشمه شیرگرم بود. آبی زلال چشمه شیرگرم بود و در روی آن بوغ تنوک نرم نرم پیچ میزد. در یک گوشه سفره یک نقارچی، یک سرنایچی و دو دایره دست نشسته می نواختند. همراهی نو نامی مرا پرسید. من هم اصل و نسب او را پرسیدم. سحری بر وقت هنوز آفتاب پهن نشده عرابه آنها براه در آمد. این بود جمله ها خوانندگان عزیز. اکنون کلمه های اشاره شده را معین میکنیم. یعنی از چگونه ترکیب ها ساخته شدند. کلمه چشم، چشم ریشه است، ا چی از خوانندگان پسوند. یعنی کلمه چشمه این کلمه ساخته بوده است. کلمه نقاره چی؟ نقاره در اینجا ریشه، چی پسوند. سرنای چی نیز چنین است، سرنای ریشه، چی پسوندی کلمه می باشد. کلمه همراهی، یعنی همراهی نو، هم پیشوند، راه ریشه، ای بندکی اضافه می باشد. بر وقت، بر پیشوند، وقت ریشه کلمه می باشد. خیلی خوب خوانندگان عزیز، ترکیب کلمه های اشاره شده را شما خیلی خوب معین کردید. اکنون می گذاریم به کلمه های مرکب. کلمه های مرکب چگونه کلمه ها بودن خوانندگان عزیز؟ در زبان کلمه هایی هستند که از دو و یا یک چند ریشه ساخته می شوند. یعنی از دو و یا یک چند ریشه ساخته می شوند. این خیلی کلمه ها را ما کلمه های مرکب می نامیم. به مثال ها نگاه کنید خوانندگان. مادر کلام، چارده، گل دسته، خار پشت، پیش قدم، قد بلند. در اینجا پیش قدم باره تکرار شده است. انا نگاه میکنیم خوانندگان. مادر کلان از دو ریشه، یعنی ریشه مادر و کلان، یعنی از دو ریشه ساخته شده کلمه مرکب را
تشکیل داده شد از یک کلمه چار ده. یکم ریشه چار، دویمش ده. یعنی از دو ریشه یک کلمه مرکب سازمان یافته است. یا خود کلمه گل دسته، خار پوش نیز از دو ریشه عبارت می باشند. پیش قدم، قد بلند نیز همچنین است. خوانندگان عزیز، این کلمه ها از دو ریشه ساخته شده کلمه های مرکب را تشکیل کرده اند. اکنون به این جدول با دقت اهمیت دهید. خوانندگان عزیز، ترکیب کلمه را از جدول زیر آموزید کردیم. یعنی به ترکیب کلمه چه ها داخل می شد؟ به ترکیب کلمه ریشه، پیشوند، پسوند، اساس و بندک داخل می شود. شما البته دایر به این ترکیب کلمه از درس های پیشینه معلوماتی مفصل گرفته بودید. اکنون به این جدول با دقت نگاه کنید. پیشوند، ریشه، پسوند، یعنی این هر سه اساسی کلمه را تشکیل می دهد. پیشوند هم، ریشه کار و پسوند ای، کلمه همکاری را تشکیل کرد. پیشوند با، ریشه عقل و پسوند ای، با عقلی، یعنی با عقلی. پیشوند هم، ریشه صحبت، کلمه هم صحبت را تشکیل کرده شد است. ریشه پنج، پسوند ا و بندک ام، کلمه پنجه ام را سازمان داده است. آنه، بله خوانندگان عزیز، اکنون بیایید من برای شما سپارش میدهم. البته وظیفه خانگی امروزی ما چنین از موضوع را تکرار کنید و مشق ها را به دفترتان نوشته گیرید. آن مشق هایی که ما حاضر همراه شما حل کردیم، البته از شما خواهش کرده می شود که در دفترهایتان نوشته باقی ماندهش را اجرا کنید و به معلمی فنیتان نشان دهید. خوانندگان گرامی، درس امروزه ما به آخر رسید. تا درس های آینده سلامت باشید.